برام خدا با تقدیم سلام خدمت تمام شما علاقمندان و عاشقان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، در کنارم یک لیژیونر دیگر در سری مسابقات فصل دوم بازی‌های جذاب و هیجان انگیز FPL هست، عباس رستم نژاد، بازیکن ایرانی که در لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی می‌کنه و می‌شنویم از رستم نژاد از حال و هوای رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان و بازی‌هایی که تجربه کردن تا اینجای کار. بازیکن و دروازه‌بان شایسته تیم فوتبال سعادت نیمروز هستن. خسته نباشی عباس جان. سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و همکاران محترمتون. سطح بازی خوبیه. امیدوارم که حالا همه تیمام که خوب بازی کردن، فوتبال خوب بازی کردن، کیفیت عالیه. همه دستن در کاران شما و تماشاگر عزیز که تماشاگر نیمروز خیلی زحمت کشیدن. ما تا اینجا که اومدیم 4 تا بازی کردیم، 12 امتیاز گرفتیم. خیلی زحمت کشیدن برامون. انشالله بتونیم جبران کنیم براشون بازی‌های بعد. من واقعا یه تعجب کردم که روزهای اول که اومده بودم اینجا این کشور، تماشاگرها خیلی استثنایی‌اند. یعنی من فقط تو ایران دیده بودم، یعنی به جز ایران هیچ جای آسیا همچین تماشاگر پرشور و سرحال ندیده بودم. و انشالله که برای سال بعد یک سالن خیلی بزرگتر با کیفیت‌تر باشه که تماشاگرها اذیت نشن. انشالله ما سال آینده فصل سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان شاهد خواهیم بود که یک ورزشگاه، یک جمناسیوم خیلی بزرگ و پر از هوادار، همونطور که میگی پر انرژی، سرشار از هیجان باشه. ببینیم تیم خودت چگونه ارزیابی میکنی؟ خودت به عنوان یک بازیکن ایرانی اومدی در کنار برادرای افغانت بازی میکنی، سطح کیفی همتیمایت و فوتسال افغانستان، چون تو در ایران بازی کردی و شناخت داری با فوتسال ایران، حالا بچه های افغان رو در چه سطح میبینی؟ ببینید، اول که تیم خودمون تیم جوونیه، ما 2-3 تا بیشتر نیستیم، حالا یکی 2 تا بچه ها ملی پوشن، بلک نیستیم تیم خودمون، ولی خب تیمای حریف همه لژیونر هستن، همه تو ایران بازی کردن، واقعا سطح بازی رو بردن بالا. تیم خودت سعادت نیمروز را مدعی قهرمانی میبینی؟ خودت در چارچوب دروازه ی سعادت نیمروز هستی، حافظ قاب دروازه ی تیمت هستی، چند درصد سعادت نیمروز با این هواداری پرشوری که داره میتونه قهرمانی فصل بشه؟ ببینیم، ما بازی به بازی میریم جلو، اصلا ما به فکر بازی آخر و قهرمانی نیستی. ما بازی، هر بازی برامون فیناله، ما به بازی میریم جلو. حالا انشالله که نتیجه بگیریم، هر بازی 3 امتیاز بگیریم، بازی آخرم 3 امتیاز بگیریم، بریم رو سرکو. مهم سرکو رفتنه، چون سال فکر کنم دومشه نیمروز داره شرکت میکنه با این بازیکنهای جوون، و اصلا من میگم دیگه با تیمای حریف اصلا قابل مقایسه نیست اینقدر هزینه کردن. تیم جوونیه، امیدوارم که حالا بریم رو سرکو قهرمانم بشیم، دل هواداران و شهر نیمروزم خوشحال کنیم. بسیار خوب، همونطور گفتی فصل دوم، در کل برای تمام تیم‌های فوتبال لیگ برتر افغانستان تجربه دومشان در لیگ برتر هست. هوادارای سعادت نیمروز یک دست با مون سبک و سیام استایل خاصشان شما را تشویق میکنن. حالا چی گفتنی به عنوان یکی از بازیکنان خیلی مهم تیمت، چی گفتنی به هوادارایتون دارین؟ اول اینکه من تشکر میکنم از هوادارا، حالا توی تعطیلی و روزای شنبه و حالا هر ما که بازی داشتیم ما رو تنها نذاشتن. بله، ما هر چی در توان باشه براشون میذاریم، یعنی ایشالله که بریم رو سرکو قهرمان بشیم، دل هوادارامونو شاد کنیم. از شهر کابل برای ما بگو، آیا رفتی تا حال؟ دیدی شهر بازار کابل تا حال یا خیر؟ نه متاسفانه، من فقط میرفتیم. بار اول تو افغانستان اومدی؟ آره، بار اولم که اومدم اینجا. بعد اینکه ما فقط میرفتیم خوابگاه، سالن، تمرین. متاسفانه قسمت نشه، ولی خب حالا سرمربی تیم مثل اینکه قول دادن 3 روز استراحت داریم، بریم ان شاء الله کابل هم ببینیم. برین شهر و بازار کابل از نزدیک ببینین، فضا، پارک و سوپرمارکت ها و رستوران ها و همه چیز اختیار شما هست، و شاید شنیده باشین که مردم افغانستان خیلی مهمان نواز هستن. دقیقاً 100%. حالا این چند روز که ما 2 تا رستوران رفتیم، استخر رفتیم، خیلی مهمون نوازن. حالا مخصوصا ما که ایرانی هستیم اومدیم اینجا، اصلا واقعا خونگرمن، میگم دیگه دقیقاً شبیه مردم ایرانن. یعنی این کشور و کشور خودمون 2 تا برادریم. بسیار، یعنی واقعا خیلی خونگرمن. و تشکر میکنم از مسئولان این شهر، این کشور، که انشالله که بتونم حالا هر چی تجربه داشتم برای شما تماشاگرها بذارم دیگه. انشالله. تشکر، خیلی خوش اومدید. تشکر.